سلام، با 180 ثانیه دوشنبه 26 آذر ماه همراه ما باشید. ماموران امنیتی ساعت 2 بامداد روز دوشنبه با مراجعه به خانه تعدادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز 26 کارگر را بازداشت کردند. کارگران امروز دوشنبه در حمایت از همکاران دستگیر شده خود تجمعی اعتراضی در مقابل اداره اطلاعات اهواز تشکیل دادند. لازم به ذکر است در این تجمع نیز دو تن دیگر از کارگران بازداشت شدند. کارگر زندانی آزاد باید گردن، کارگر زندانی آزاد باید گردن، کارگر زندانی آزاد باید گردن، کارگر زندانی آزاد باید گردن. علی شریفزاده وکیل مدافع مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و درویش زندانی خبر داد که موکلش به 8 سال زندان محکوم شده است. این وکیل زندانی شامگاه 16 تیر بازداشت شد. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز دوشنبه گفت آمریکا قصد توقف پروازهای بین المللی ما را دارد ولی موفق نمی شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداد اما گفت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه قاعده‌ای در نظر گرفته شده بود که هواپیمای با سن بالای 15 سال وارد ایران نشود، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های جدی موجود در فضای بین المللی عملاً امکان اجرایی شدن این قاعده را فراهم نکرد. یک مقام وزارت رفاه از بازماندگی از تحصیل نزدیک به 100 هزار کودک 6 تا 11 ساله خبر داد. بنابر این گزارش بیشترین تعداد کودکان ذکر شده مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بوده است. محمد رضا خیراندیش معاون اجرایی خانه کارگر ساوه گفته است بدهی برخی شرکت‌های خودروساز به کارخانجات تولید قطعات خودرو موجب شده که قطعه‌سازان به خاطر کمبود نقدینگی کارگران را اخراج کنند. محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت نسل جدید علاقه‌ای که باید به ما داشته باشند را ندارند. او با ذکر اینکه مملکت ما قفل شده است افزود دیر یا زود پرده‌ها کنار می‌روند و مشخص می‌شود که دستانمان خالی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی گفته است که ماموران اسرائیلی همچنان در داخل ایران عملیات انجام می‌دهند و این اقدام‌ها بخشی است از تلاش‌های اسرائیل برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. او بدون ارائه جزئیات خاصی افزود ما همچنین برای بروز ماندن به صورت دوره‌ای از ایران بازدید می‌کنیم.